درگذشت رابرت هوک، سوم مارس 1703، مردی که دنیای علم را متحول کرد. قرن 17 قرن شروع پیشرفت برقاسای اروپا بود. اروپایی که تقریبا از بند کلیسای کاتولیک قرون وسطایی رها شده بود و در هر سویش دانشمندی مشغول کشف ناشناخته ها بود. کمی قبلتر گالیله گفته بود که زمین مرکز جهان نیست و دکارت هم انسان را معیار همه چیز شناخته بود. در چنین فضایی بود که هوک توانست چشم انسان را به جهان تازه‌ای باز کند. هوک در سال 1635 در لندن به دنیا آمد. با استعدادی که از خود نشان داد، خیلی زود توانست عضو و سپس رئیس انجمن سلطنتی انگلستان شود. هوک مثل خیلی از دانشمندان آن دوره دانشمندی همه فن حریف بود و در رشته‌های مختلفی کار می‌کرد. مثلا هوک یک تنه طراح و معمار نیمی از ساختمان‌هایی بود که پس از آتش سوزی بزرگ لندن ساخته شدند. هوک حتی نقشه لندن را بعد از آتش سوزی طراحی کرد. جالب است بدانید بعدها برای ساختن نیویورک از طرح هوک برای لندن کمک گرفته شد. قانون هوک را در فیزیک شاید شنیده باشید. قانونی که به طور خلاصه میگوید میزان کش آمدن یک جسم کشسان متناسب با نیرویی است که به آن وارد شده. هوک در نجوم، زمینشناسی، روانشناسی و خیلی شاخه های دیگر هم فعالیت های مهمی انجام داد، اما بزرگترین دستاورد او در زیستشناسی بود. هوک علاوه بر تلسکوپ های متعددی که برای مطالعه اجرام آسمانی ساخت، نخستین کسی بود که توانست میکروسکوپ هم بسازد. بله، هوک چشم انسان قرن 17 را به جهان میکروسکوپی باز کرد. هوک توانست نشان دهد که چیزها از یک سری حفره های کوچک تشکیل شده که شبیه لانه زنبور کنار هم قرار گرفتند. هوک اسم این حفره ها را سلول گذاشت. هوک حتی توانست اولین کسی باشد که تک سلولی ها را هم شناسایی کند. هوک هرچند در زمان حیاتش فردی ثروتمند و سرشناس بود، بعد از مرگش با بداقبالی یا حسادت مواجه شد. هوک که در زمان حیاتش اختلافات بسیاری با ایساک نیوتن داشت، پس از مرگش نیوتن بلافاصله جای او را در انجمن سلطنتی گرفت. نیوتن محل برگزاری جلسات انجمن را تغییر داد و در این جابجایی اسناد و پورتره‌هایی که از هوک باقی مانده بود برای همیشه مفقود شد. امروز ما چیز زیادی از زندگی شخصی، اخلاق و رفتار و چهره او نمی‌دانیم، اما چیزی که مشخص است علوم بسیاری و در رأسشان زیست‌شناسی تا ابد مدیون رابرت هوک هستند.